صبح زیبایتان بخیر سپاس از شما ایزان که تا این لحظه ما را تنها نگذاشتین و بیننده ی صبح ها زندگی هستین جناب آقای جاوید تهماسی، مشاور ورزش درمانی امروز هم همراه ما هستن و میخوان صحبت های خوبشون را در رابطه با تاثیرات ورزش در ماه مبارک رمضان همراه ما شما شریک بسازن آقای تحماسی را خوش آمدید میگیم به صبح ها زندگی تشکر زنده باشی با نام خدا سلام صبح بخیر خدمت شما همکارای گرامی و بیننده های عزیز امید است که روزهای خوب رمضان و خوبی سپری کنید دوستان انشالله با امید خدا تشکر از حضورتون آقای تهماسی دیدگاه کلی شما را میخوایم در رابطه با فواید ورزش در ماه مبارک رمضان از شما بشنیم با طوری که خود روزه گرفتن فایده خاص خود داره هم ام بلای از نگاه جسمی بالا انسان و هم از نگاه روحی تاثیرات خوبی داره اما ورزش که باز نقش داره یعنی ضربی دو میکنه یکی برچند میکنه در ماه ت... مبارک رمضان روزه را بالای بدن شاید در ذهن دوستا خلق شد که گونه

یکی که خود شخص در جریان یازده ماه داره بلندی وزن رو وزنش بلند میره چاقی میشه چاقی افراطی چرا مشکلات میشه وقتی که فر میگیره که باید لاغر شویم و فرم بدن مناسب برسیم یکی تاثیرات یک, ز... یک تاثیرات میگذاره روزه گرفتن و تاثیرات دیگر که پروسه شستشو را سریع میسازه این میتونه فعالیت های ورزشی میتونه تاثیرات داشته باشه خود. یکی بیشتر افراد است در ماه مبارک رمضان متصمنه دو چهار سوی هاضمه تخلیف در سیستم هاضمه میشه ورزش میتونه که فرد کمک بکنه همه غذایی که میگیره اختر غذایی که میگیره اینا رو با قسمت درست به هضم برسن بدون اینکه دو سردردی شود تهوع و دلبدی یا تا سی میشه. این آرمه تا بکنه. و یا که واردش کسی که واردش میکنه در ماهیم بر کمازان نسبت به فردیگر با مراتب پر انرژی هست. با خاطر واردش خاصیتی داره که ما وقتی حرکت جسمی را انجام میکنیم واردش میکنیم. بدنی ما یا عضلای ما با مراتب گلای کوچان از یک فردی عادی کرده بیشتر زخم میکنه. وقتی ما واردش میکنیم انرژی بدنی ما زیاد هست. در جان روز ما غذایی که میگیریم از طرف شام، از طرف سهاری ای در سیستم هاضمه کمی کاملا جذب میشه یک افرادی که در ماه مبارک رمضان کاملا استراحت میکنه کم تحرک است مواد غذایی کامل جذب نمیشه اما فردی که تحرک داره غذا با اندازه کافی هم که ضرورت داره بعدا جذب میشه خوبی شه است. خب استاد الا ورزش خوب است در ماه مبارک رمضان با می... یکی کدام ورزش رو چه زمانی با صورت بگیره این نکته رو بلد. میشه اشاره داشته باشه نکته اینجاست که همه ورزش ها فایده خاصی خود داره مهم. تمام ورزش ما با این دلیل میگیم مهم. که ورزش در ماه مبارک رمضان به خاطر انجام بده ورزش همه ورزش فایده خاص خود داره هیچ ورزش خاص نیست که بگیم با. تنها یه ورزش انجام بدیم فایده داره ورزش های دیگر نداره تمام ورزش چون ما در 11 ماه خوب تمرین کردیم خوب فعالیت جسمی داریم فرم سپورتی خوبی داریم سیستم تنفسی ما خوب کار میکنه سیستم دوان خون درست کار میکنه از نگاه عضلانی خوب فرم بدن مناسب پیدا کردیم اما اگر در یک ماه مبارک رمضان ورزش نکنی هر رشته ورزشی که باشه ورزش نکنه فرم سپورتی میای پایین آمادگی جسمی پایین میای خب یک ماه تمرین نکنی باز شش ماه دیگر بعد از ماه مبارک رمضان تمرین کنید تا بتونی او فرم سپورتری که قبل از ماه مبارک رمضان داشتی اونا را چی بیاری به دست بیاری <تصفح> اینجا برمیگردیم که تمام رشته های ورشی که افراد در اونها مصروف هست ورزش میکنن مداوی مثل سابق میتونه اونا رو پیش بره اما در ماه مبارک رمضان بارکی خاصی خود داره ما این رو شاهدش هستیم که بیشتر افراد متاسفانه به انجام دادن ورزش در فضا در هوای گرم مخصوصا از, طرف تابستان آنم در ماه مبارک رمضان وقتی که ورزش انجام میده چون بدن ورزش زمان فایده داره که تو هم با گرفتن مایات باشه چون ورزش عملی متابولیسم بدن بالا مبره وقتی آب نباشه ما یاد نباشه آیا عملی متابولیسم در بدن درست صورت میگیره نه خیر درست صورت نمیره در اینجاست که بدن دچار مشکل میشه مخصوصا گرده فشار سری گرده یا کلیه میه کسایی که در ماه مبارک رمضان تمرین ثقیل و سنگین انجام میده اینا حتما کاندید میشه به طرف عدم کفایی گرده <تصفح> یا مشکلاتی سنگ میشه شنگ شنی گرده سنگی گرده یا چرگی گرده یا در برزمان حتی دچار التحابی گرده میشه در اینجا برمیگردیم که در ماهیم بار رمضان وردش خوب است تمام ورشار انجام میده اما نکته اساسی در انجام دادن نحوه انجام دادنش است که چی گونه انجام بده در اینجا میخوایم چند نکته اشاره بکنم <تصفح> اول که باید فشار در مهم بار رمضان پایین بیاره <تصفح> فشار 100 درجه بودن فشار با مستقل بودن تمرین میکرد در ماه بار بیاره با 50 درجه یعنی فشارش پایین بره به اندازه که در پروسه وردش دوچار عرق ریزی نشوه این میتونه تاثیر گذار باشه یک فشارش و دیگر زمانش اگر قبل از ماین بار کمزان یک ساعت تمرین میکرد در ماین بار کمزان نیم ساعت تمرین کنی اگر نیم ساعت تمرین میکرد در ماین بار کمزان 15 دقیقه تمرین کنی ماه رمضان ماه برای ورزشکارا ماه عضله سازی نیست خوب برای دوستا بگویم یعنی ماه ازل سازی نیست ماه استراحت فعال است استراحت فعال به چه معنا یعنی امون فرم سیپورتی که داری امون قدرت بدنی که داری آمادگی جسمی که داری اونا حفظ کن نه بالا میتونه که ببره بدلی که مایات گرفتن نمیتونی کافی مواد غذایی به کافی گرفتن نمیتونی اما این فر... استراحت فعال میتونه که جلوگیری کنه از نشی یا از پایین آمدن فرم سیپورتی این میتونه که بعد زمانش پایین بیاره و دیگری که فشارش پایین بره این نکته است و در قسمت زمانش شاید خ... برای دوستا خلق در بر رمضان رو ورش کردن چه زمان باید انجام بدیم زمان خاصی خود داره در دی وقت میشه در همه وقت انجام بدی اما در بار رمضان مخصوصا در هوای گرم ما از طرف روز ورزش من میکنیم کاملا مگر اینکه افرادی عادت داره همیشه از طرف صبحی بعد از ادای نماز ورزش میکنه بله این فردم که چون عادت داره مگه ترک عادت چیز مراز از خودش نه نمیتونه که ترک کنه ناچار است که واردش انجام میده اما از طرف وقتی ورزش انجام میده همانطور که قبلا اشاره کردم فشارش پایین بره دو ساعت بعد مهم. از استفاده کردن سحری دو ساعت بعد نیکون یک ساعت بعد سه ساعت دو ساعت بعد چون هوا هم در طرف سوق سرد است هوا هم پاک است اما مرز اکسیژن است میگیره ورزش را بسیار به اندازه سبوک مهم. و زمانش هم کم بره ним соат тамрин мекард 1п дақа фишоре ки бисёр сақил тамрин мекард биёра поин да 5 фисад баданш дучори арақ рези нашав а аақез ҳаан да рӯз дуори олати гирифтагӣ афроде ки да тарафи баъдаш чот одат дора мга ма дар суб тамрин наметанум дар шаб тамрин наметанум ма бояд бадаз зӯри ҳатман барномаи варзиши худа ба пеш бибрум که متاسفانه بعضی فدراسیون هاست، بعضی رشته های ورزشی تحمیلی است بعضی کلاب های ورزشی تحمیلی است برای شاگرد خود چی بخوای نخوای میگه باید در زمان تمرینی که قبل از میدادی از ساعت 4 بود 5 بود 6 بود باید انجام بدی که خودش جفا در حق ورزشکار است در حق مخصوصا در قسمت صحت ورزشکار شاید خود ورزشکار درک نکنه از نگاهی چی باید آگاهی نداشته باشه اما این ضرری میرسونه که جیب قابل جبران یعنی بعد از زور نست. که برای ورزش کردن این برشان داره افرادی که در بعد از زور عادت داشته امه. میگه ما باید خب از روز یا آفتاب غروب امه. بکنه من باید ورزش بکنم بله. توصیه من برای ایناست. در این جریان هیچ ورزش نکنه هیچ ورزش جز استثناء یا نادرن یا امکان داشته خیلی حرکت های سبوگ و سقیل که 20 فیصد فشار ورزش باشه هم زمانش و هم فشار ورزش 20 درصد یک حرکت های کشیشی ساده به خاطر بعدشاش بیشتر افراد کسالت و گرفتگی برای پیش میاد چون عادت داره همیشه تمرین کرده. حرکت های سقیل و سنگین انجام میده که خونش درون جریان کنه اما سر از عمله متابولیسم برایش فشار نپیه که بالا بره و اگر میخواید که ما همین فرم سپورتیم رشد کنه در ماه مبارک این استثناا امکان داره در غیر از بخواهی بتونی زمانش انتقال دادن از پیش از افتاری زمان پیش از افتاری تمرین میکردن انتقال دادن و بعد از افطاری دو ساعت بعد از افتاری. یعنی که افطار میکنی خب یک نیم ساعت که افطاری است مایات میگیری که مم. بدن از نگاه مایات تنظیم شود یک تدی بدن فشاری پایین آمده باشه یا گرفتگی داشته باشه بعد از باز یک ساعت یا نیم ساعت 40 دقیقه بعد از افطاری غذای میگیری بعد باز یک ساعت یا یک نیم ساعت بعد از غذای اصلی میتونی کارگاه تایوارشی را انجام بده. پس فرد روزدار وقتی که سهرین و میکنه دو ساعت بعد از سحری اگر عادت داشته باشه بعد. از طرف صبح بره ورزش کنه و کسی که بعد از چاش دیگه به ورزش کردن زیاد دیگه عادت داشته او را به بعد از افطاری انتقال بده البته او هم دو ساعت بعد از اینکه افطاری را نوش جان کرد و کمی سرحال شد هم خستگی روز از تنش دور شد دیگه برای ورزش و هم عادت روزانه خود دیگه بعد از افطار انجام بده واقعا بهترین موقعیت هست بر کسایی که از طرف صبح و از طرف دیگر زیادتر عادت دارن ورزش کنن و به این نتیجه میرسه استاد واقعا ورزش کردن در ماه مبارک رمضان تاثیرات خوب داره و خصوص فکر کنم برای کسایی زیاد چاق هستن و میخوان چربی بلن سوزی داشته باشن در این ماه مبارک رمضان دیگه ورزش میتونن بهترین گزینه برشان باشه حالا استاد برای بسیاری از کسایی که زیاد علاقه به ورزش هستن و همیشه ورزش های انجام میدن خصوص کسایی که به فیتنس میرن و اشتراک میکنن از پروتئین هم حتی زیاد استفاده میکنن و در جریان روز وقتی روزه دارن نمیتونن استفاده کنن شما چی توصیه دارید؟ گرفتن پروتئین یا کراتین اینا پروتئین است که در سخت و ساز یا ترکیب یا بافت عضلانی خوب رول داره ازلان خوب رشد میکنه اما اینا در همه وقت گرفتن از حالت نرمال یا یعنی تحت نظر یک متخصص نبودن خود سرانه گرفتن از پروتین از کراتین جفای بزرگ در حق بدن خود است این به همه میگم چه قهرمان است چه غیر قهرمان است تا زمانی که نسخه دکتر باشه که تو به این اندازه بگیر مثل دوا تابلت است مگه صبح بگر، چاشت بگر، شام بگر. وقتی یک نفر خودش میره دواهای خود سرونه استفاده میکنیم امروز جامعه ما شما خیلی مشکلات داره <تصفح> مشکلات چرا دوای بیماریش جواب نمیده چرا درمان نمیشه بدلی که استفاده کردن از دوای خود سرونه بدون نظر متخصص استفاده میکنه <تصفح> در اینجام کسایی که استفاده میکنن از کراتین پروتئین و ریشکرا اینا در عموم جفا در خود کرده مخصوصا که در برنامه در ماه مبارک رمضان است یعنی ضررش یک برچند میکنه که فایده که هیچ نداره بلکه تو مایات به اندازه کافی گرفت نمیتونی که بگیری چطور تو که پروتئین میگیری کراتینی که میگیری به خاطر رشد عضله اینا بتونه به اندازه کافی در بدن عملی متابولیسم صورت بگیره یا اینا جذب شوه و به مصرف برسن و تا رشد عضله باشه قبل نشاره کردم دوستایی که در مهم بارگردان میخواد عضلات بسازه بعید است از را ساخته نمیشه فقط میتونن همه بله، حد نرمال بله، بله. وزنی که دارن او را به درستی نگه دارن نگه و کنترل کنن استاد میخوایم بسیار کوتاه و مختصر در ظرف یک دقیقه فواید دیگه ورزش در ماه مبارک رمضان برای ما اشاره کنین از قسمت روحی روانی چقدر تاثیر گذار است فواید ورزش ورزش تو اون با یک چی داره تاثیرات داره که مشکلات میبینی خیلی فشار بالای جسم میاد باید تحمل کنی، نگیر باید بعضی وقت تحمل کنی، گرسنگیر باید تحمل کنی، کمبودی نرجش تحمل بکنی وقتی که همیشه تمرین میکنی یعنی از نگاه استقامت خیلی بالا میری بالا میری در ماه مبارک رمضان احساس تشنگی عادی نداری چون بدن همیشه در معرض استفاده کردن الکترود یا مایات بوده در ماه مبارک رمضان زیاد تاثیرگذار نیست خوشا به حال کسی که تمرین میکنه ورزشکار است در ماه مبارک رمضان هانشون قبل اشاره کردم اگر به برنامه تمرین خود کم پایین بیاره از زمانش با این بره خیلی از ماه مبارک رمضان لذت میبره از روزه گرفتن به مراتب چی تاثیر میتونه بگذاره اینجا که در رسیدن به قهرمانی کمک میکنه چون روزه خودش یک تمرین است که اعتماد به با نفس بالا میبره از نگاه روانی یک تمرین خوب است برای بالا جسم است از هر نگاهی تاثیرات خوبی داره یک قهرمان کمک میکنه که مشکلات در جان روز میبینید در روز گرفتن اعتماد داریم تشکر, تشکر از سپاس از شما ایزان که تا ما رو تنها ساعت 8 تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایید اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین